سلام به دوستان کانال کوین تلگرام فارسی. امروز برگشتیم با قسمت سوم ویدیو بازی کریزی دیفنس هیروز. ما که نفهمیدیم چی شده، مشکلات خوردیم و اومدیم ویدیو سومش رو بذاریم ببینیم چه خبر. اگه تا الان قسمت اول و دوم این ویدیو رو ندیدید، بهتون پیشنهاد میکنم این بالا برید نگاه کنید. قسمت اولش الان میذارم، قسمت دومش هم همین الان دوباره میاد، برید نگاه کنید و در ادامه به سری مشکلات و ایرادات و که تو این بازی چند وقته پیش اومده بررسی کنیم. خب قبل هر چیزی من یه نکته به شما بگم، خیلی نکته جالبیه. اگه تا الان با رمزرز لینک آشنایت ندارید، بریم ببینیم چه کاری از دست لینک برمیاد و آیا این مشکلی که پیش اومده مشکل منطقی بوده یا اینکه نه یه پشت پرده‌ای پیش اومده. اگه بریم سایت کوین مارکت کپ، اگه از بخت کوین مارکت کپ، حالا من لینکش رو میذارم توی دیسکریپشن، میتونید برید نگاه کنید. از بخش کریپتوکارنسیز رنکینگ رو که انتخاب کنید، قسمت پایین خب رمزارزها نشون داده با ترتیبی که وجود دارن. ما به دیفای و NFT کاری نداریم، میریم از شبکه ها شروع میکنیم. دوستان لینک یک ارتباطی بین شبکه ها برقرار میکنم، منم پیش بینی میکنم که همچین ارتباطی اومده بین شبکه پولیگان و اتریوم برای رمزارز تاور به وجود اومده. خب حالا برم بررسی کنم ببینیم ویژگی مشترکش چیه. الان پولکادات رو میریم میبینیم، اونا کنید پولکادات دومه بعد از دات لینکه. رمزارز خیلی خوبی هم هست، چون هر کسی که بخواد در واقع تبادلات بین بلاکچینی که حالا ما بهش میگیم بریج، یعنی پول بین بلاکچینی انجام بده، باید رمزارز لینک رو بیاره، یعنی بیاد زیر مجموعه لینک بشه. به خاطر همین باعث میشه قیمتش در آینده دور یکی دو ساله افزایش چشمگیری داشته باشه. خب ببینید الان بایننس اسمارت چین آوردم براتون. حالا این پایین تره چون رمزارزهای بالاتری هم وجود دارن. بازم اینجا لینکه، میتونید برید سر بزنید بهش، ولی سولانا، اولانچ، تمام رمزارزهایی که شبکه خودشون رو اندازی کردن لینک، در واقع اینا زیر مجموعه لینک هن. باید از لینک استفاده کنن. همونطور که میبینید اولانچ هم بزنم، اینجا لینک رو داریم. خب بریم سراغ توکن تاور ببینیم چرا همچین اتفاق افتاد. ببینید من توییتر رو بررسی کردم، اینستاگرام بررسی کردم، خیلی جاشون بررسی کردم، چیزی اعلام نکردن. احتمالاً می پشت پرده داره انجام میشه و هیچ هم نمیدونه چه خبره دیگه. حالا یه ماتیکی هم دادن، این ماتیکر هم من احتمال میدم به خاطر اینکه شما تبادلات بین بلاکچینی داشته باشی، این پولا رو به شما دادن که شما نیاین در واقع پول تزریق کنید به متامسکتون و انتقالاتتون رو با هزینه خودتون انجام بدین و از بازی طرد بشید. به خاطر همین اومدن یه ماتیکی به شما توی متامسکتون اضافه کردن. به خاطر چی حالا میخوان تغییر شبکه بدن از اتریوم به پولیگان یا همون ماتریک؟ به خاطر اینکه من خودم انتقال دادم، هزینه یا اون مقداری که انتقال دادم 2.06 ماتریک بود، خیلی ناچیزه، اصلا تقریبا صفره. راحت بهتون میگم زیر یه سنته، زیر یه سنته به خاطر پاراگوناش، به خاطر اون گسپی های اون GWEI. اینجا نوشته نگاه کنید GWEI الان اتریوم 71، هر استاندارد اگه بخواید بزنی 195 ثانیه طول میکشه، فست بزنی 45 ثانیه، اسلو بزنی 615 ثانیه. که قراره که حالا مثل اینکه ویتالیک بود اگه اشتباه نکنم اسم توسعه دهندش، ویتالیک نمیدونم چه، که قیافه عجیب غریبی داره، اون میخواد بیا توسعه بده لایه دومش رو اندازی کنه، ولی اینا به خاطر اینکه بخوان بازیشون رو زودتر توسعه بدن اومدن همچین کاری کردن و انتقال دادن شبکه‌شون از اتریوم به پولیگان. و اون انتقالی هم که دادن اگه دقت کنید قسمت ساین که میزنید، قسمت ساین، حالا من الان گرفتم ریواردم، من نمیدونستم، الان به این نتیجه رسیدم که همچین اتفاقی میفته. اینجا که میزنید ساین سیگنچر رو میزنید، حالا من اینجا سند و ریسیو هم انجام دادم که ببینم چقدر کم میشه و اختلاف چقدره. و پولیگان مینت هم هستی، یعنی راحت من به تراست ولت انتقال دادم، دیدم درسته. و اگه دقت کنید از این به بعد داره یک کانترکت اینتراکشن اتفاق میفته. نگاه کنید الان اگه بریم جزئیاتش رو نگاه کنیم متوجه میشیم. کانترکت اینتراکشن، من دیتیلزش رو بزنم، دیگه میره پولیگان اسکن.
دیگه اتریسکنی وجود نداره. پس من یعنی این احتمال رو میدم، چون ناکنید قرار داده یک قرار داده لینک هم یک قرار داده بین در واقع اتریوم و حالا لایه های دیگه است، پولیگان و لایه های دیگه است، و میشه بین اینا ارتباط برقرار کرد و از یک بلاکچین به بلاکچین دیگه چیزی انتقال داد به وسیله لینک. اینا به خاطر اینکه بخوان کارمزد کم کنن و پروژهشون رو زودتر دیولوب بدن دارن این کارو میکنن.